سلام بچه های عزیز، ما امروز قراره که ادامه بحث انبساط رو بریم. سوالایی که از انبساط مونده رو حل میکنیم. یه سری سوالا رو رد شدیم، حالا به دلیل اینکه قرار بود نکته های اضافه تری بهتون بگم. یادتون باشه، حالا کسایی که جلسه قبل با ما همراه بودن بگن کدوم سوالا رو حل کردیم، بعدش کدوم سوالا رو حل نکردیم، که بعد اون وسطش همه سوالایی که باید رو پوشش بدیم. اگر وقت اضافه بیاریم این رو هم حل میکنیم. یه خبر خوب بدم راجع به بحث ترمودینامیک. ترمودینامیکو قراره حالا از هفته بعدی، حالا خبرشو دقیقاً بهتون میدم، بچهای ریاضی، کنکوریای ریاضی و بچهای ریاضی سال دهم قراره ترمودینامیکو بهتون درس بدیم. تو 4 یا 5 تا مثلا کلاس 2 ساعته جزوهشو براتون توی کانالاتون گذاشتم. جزوهشو براتون توی کانالاتتون گذاشتم. کانالای حالا یا دهمتون یا کانالای کنکورتون. جزوهشو داشته باشید که انشالله به امید خدا که زمانی که شروع کردیم دوچار مشکل نشید. همه متوجه توضیحات من شدن؟ همه متوجه توضیحات من شدن؟ صدا تصویر هست؟ ایول، مرسی، دمت گرم، ممنون، بریم. خب میگه 146 رو حل نکردم که 164، معذرت میخوام، 164 رو حل کردم بچه ها. از 164 میخوام برم به پایین، از 164 میخوام برم به پایین، بعد بر میگردم هر کدومو که حل نکردم و با هم دیگه میریم. خب گوش بدید. میگه ضریب انبساط طولی یک حلقه فلزی، ضریب انبساط طولی یک حلقه فلزی، یعنی این چیه؟ این آلفاه. ضریب انبساط طولیه. اگر حالا این حل میکنم، این استثنا حل میکنم چون یکی دو نفر از من خواسته بودن، شما بعدیاشو بگید، یعنی بگید بعدش تا چند حل کردم. اینو حل میکنم که یه مروری بشه، بعد بقیه رو بهم بگید. توی سوال بنویسید که تا چند حل کردم تا اینو حل میکنم. اگر دما رو به آرامی به اندازه 50 درجه سلسیوس افزایش بدم، قطر حلقه چند درصد تغییر میکنه؟ ببین چه بگه قطر، چه بگه طول، چه بگه شعاع، چه بگه محیط، فرقی برام نمیکنه، همه اینا یه معنی داره. چی شد؟ قطر، طول، محیط. حالا اینجا رو نگاه کن، وقتی به من میگه چند درصد تغییر میکنه، من گفتم باید به جای میزان اولیش عدد 100 رو قرار بدم. میام چی میگم؟ میام میگم دلتا ال مساوی میشه با ال یک ضرب در آلفا ضرب در دلتا تتا، که از اینجا میشه یک دهم. یک دهم چی؟ درصد. چرا درصد؟ چون اولیه رو گذاشتم صد. حله؟ اینو چون حالا چند تا از بچه ها گفته بودن میریم این سال صد و ببین اگه قطع و وصل میشه صدا یا هر چیزی گوش برید. اولا یادتون باشه اگر میبینی صدا قطع و وصل میشه من توضیح بدم، داره از سو آپارات هم پخش میشه، داره از سو ادوبی کانکت هم پخش میشه، داره از لایو اینستاگرام هم پخش میشه. دوتاشو در نظر، دوتاشو باز بکنید، یکیش ممکنه صدا بره، تو دوتای دیگه طبیعتا صدا هست. ولی وقتی که یکی میگه برا من خوبه، ببین الان محسن سفری گفته برا من خوبه، اگه برای یه نفرم خوب باشه این ایراد از اینترنت خودتونه، چون ما اینجا اینترنتمون فرقی که نمیکنه، همونو داره ارائه میده. پس یا برو بیرون دوباره بیا، یا از آپارات ببینید، یا از اینستاگرام ببینید. این کارو میتونید انجام بدید. حالا اگه خواستی سوالی بپرسی بیا بعدش اینجا بپرس. بالاخره دو تا دیوایس داشته باشید دیگه، دو تا وسیله داشته باشید. خب آقا اینجا سوال 168 رو یادم حل کردم ولی 167 رو حل نکردم. گوش بدید سوالو براتون میخونم ببینید چه اتفاقی میفته. میگه دو کره هم جنس یه لحظه من اینو درست کنم.
خب یه ذره کوچیک‌تر میگه دو کره هم جنس آ و بی اولی توپر و به شعاع 20 سانتی متر و دومی تو خالی. ببین اولی میگه توپر به شعاع 20 سانتی متر خب میگه دومی تو خالیه، دومی تو خالیه که شعاع خارجیش یعنی این تیکش میگه اونم 20 سانتی متره و میگه شعاع داخلیش یعنی این قسمت میگه 10 سانتی متره. خب میگه اگر به دو کره به یک اندازه گرما بدهیم، زمانی که من بخوام به دو کره به یک اندازه گرما بدم یعنی من میتونم بگم کیوامون با هم برابره. اگر به دو کره به یک اندازه گرما بدم یعنی کیوا با همدیگه چی هم بچه ها؟ کیوا با همدیگه برابرن، یعنی گرمایی که میدن یکسانه. حالا اینجا رو گوش بدیم، این مسئله اصلا مسئله انبساط نیست. اینجا رو نها کنیم، ذخیره کنیم، ذخیره میکنیم، چشم. اینجا رو توی اینجا خوب گوش بدید به حرف من. زمانی که به ما میگه تغییرات طول، تغییرات مساحت، تغییرات حجم، اون یعنی انبساط. ولی اینجا راجع به تغییرات صحبت نکرده، چون این یه مثال دیگه‌ش هم داره که اون تغییرات رو میگه، بعد الان میخوام تو اونو حلش بکنی. اون یه راه حلی داره که خیلی آسونه و من توضیح میدم اونو براتون، ولی تشریحیش هم براتون توضیح میدم. خب فعلا اینو نگاه کن عزیز دلم. من میام میگم چون کیو مساوی با ام سی دلتا تتا و داره دو تا جسم مختلف رو با هم دیگه بررسی میکنه، داره دو تا جسم مختلف رو با هم دیگه توضیح میده، پس من باید از مقایسه این فرمول برم. مقایسه این چی میگفت؟ میگفت کیو با ام مستقیم داره، با سی مستقیم داره، با دلتا تتا مستقیم داره، که چون جنساشون با هم برابرن یعنی اینا دارای سی های یکسانند، دارای ظرفیت گرمایی ویژه یکسانند. حالا یعنی اگر من بخوام بنویسم چی میشه؟ میشه کیو دو به کیو یک، میشه ام دو به ام یک، میشه دلتا تتا دو به دلتا تتا یک. سی دو به سی یک هم هستا، ولی چون سیاشون یکسانه نسبتش میشه یک و دیگه ننوشتم. چون سیاشون یکسانه نسبتش میشه یک دیگه ننوشتم. حالا علاوه بر این که شما میفهمید در این حالت، خوب گوش بدید، تو رو خدا اینجا رو گوش بدید چون خیلی مهمه. علاوه بر این که شما از هم جنسی میفهمی سیا یکسانه، میفهمی که روهاش هم یکسانه، هم سیا یکسانه. رو چیه؟ رو چگالیه؟ یعنی من به جای ام دو، یعنی من به جای ام دو میتونم بنویسم رو دو در وی دو، و به جای ام یک میتونم بنویسم رو یک در وی یک، که روها با همدیگه خط میخورن چون نسبت روها برابره. پس من به جای رو میتونم بنویسم، به جای ام میتونم بنویسم رو در وی، به جای ام میتونم بنویسم رو در وی، که میام میگم چون اینا جنساشون یکسانه پس اینا روهاشون یکسانه. زمانی که اینا روهاشون یکسانه میتونم بگم در واقع روها با هم چی میخورن؟ خط میخورن. حالا زمانی که بخوام جایگذاری کنم، از قضا کیوامونم یکسانه، کیوامونم با هم برابره، پس به جای کیوا میذارم یک. رو یک و رو دو یا علی مدد،
با هم میخورن. وی دو به وی یک گوش بده، وی دو، وی دو، من ایزی بهتون بگم، اولیا آن، اولیا آن، دومیا بیان، دومیا بیان، اولیا آن، اینو در جریان باشید چون من با یک و دو نوشتم بدونید. وی بی چی میشه؟ این آه، این بیه، وی بی، حجم بی، کرس میشه کلش منهای قسمت توخالیش. آقای عابد اینجا نیازه که من سانتیمتر رو تبدیل کنم؟ نه، اینجا هیچ نیازی ندارید که بخواید سانتیمتر رو تبدیل کنید، چون دارید نسبت بنویسید. وقتی میخواید نسبت بنویسی، پس اینجا نیازی به تبدیل کردن سانتیمتر نیست. دقت کنید، من میام میگم وی بی، وی بی میشه 4/3 پی آر سه، یعنی 20 به توان 2 که میشه 8000، منهای 4/3 پی آر سه، 4/3 پی آر سه یعنی 8000، منهای 4/3 پی آر سه یعنی 1000. آ چی میشه؟ آ چی میشه؟ آمون مساوی میشه با 4/3 پی آر سه، آر سه، آر سه. ضرب در دلتا تتای بی به دلتا تتای آ. ببین عزیز دلم، ببین خانم یا آقای عزیز، 4/3 پی، 4/3 پی، 4/3 پی، انگار همشون 4/3 پی رو دارن با هم ساده میشن. خب 8000 منهای 1000 میشه 7000، 7000 تقسیم بر 8000 میشه 7/8. یعنی چی شد؟ نگاه کن، 1 مساوی با 7/8، 7/8 ضرب در دلتا تتای بی به دلتا تتای آ، که اینجا 7/8 میره اونور برعکس میشه، میشه 8/7. یعنی گزینه چند میشه؟ گزینه 2. پس 7/8 میره اونور برعکس میشه. پس یه بار دیگه از اول توضیح بدم، یه بار دیگه از اول توضیح بدم. اول اومدم کیو رو نوشتم ام سی دلتا تتا، چون راجع به حجم و چگالی با من صحبت کرده بود، پس من اومدم گفتم امام رو می نویسم رو در وی، امام رو می نویسم رو در وی، که روا با هم خط می خوره، روا با هم خط می خوره. پس اینجا من میام میگم وی بی یعنی کلش، کلش 4/3 پی آر سه، منهای تو خالیش، منهای تو خالیش، منهای تو خالیش بروی دلتا وی آ، وی آ چیه؟ 4/3 پی آر سه، 4/3 پی آر سه، ضرب در دلتا تتای بی به دلتا تتای آ. گفتیم کیوامون یک، هن کیوامون یک، این شد 7000 به روی 8000 که میشه 7/8. ضرب در دلتا تتای بی به دلتا تتای آ که بردم اون و برعکسش کردم. بچه ها همه فهمیدن؟ بچه ها همه فهمیدن؟ دمت گرم، مرسی ازتون، مرسی از انرژیتون، دمت گرم بابا. ایول گوش بدید، 168 رو که حل کردم چون دفعه قبلی حل کرده بودم عزیزم، 168 رو اگه میبینی حل کردم چون دفعه قبلی حل کرده بودم، یه سریارم گذشتم از روش، نگران نباشید چون نکته هاشو نگفتم، برمیگردیم اونا رو از قبل حل میکنیم. فکر کنم 3-4 تا سوال بیشتر نباشه، ولی خیالتون راحت، خیال سوالی نخواهد بود که حل نکنیم، مگر حالا مثلا چند تا دونه سوال باشه. اینجا رو ببینیم، شعا چی میگی؟ شعا اولیه رو سی نباید بذاریم؟ نه یلدا جان، نه عزیز دلم، گفته شعا خارجیش 20، شعا اولیش داخلیش 10. چرا باید 20 بذارم؟ چرا باید 20 بذارم؟ کلش رو به دست بیارم اون داخلش رو حل بکنم. من اصلا نمیدونم چه جوری 168 رو دوباره میشه حل میکنم مریم دوباره، ولی تو آفلاینش هست، تو آفلاینی که براتون گذاشتم هست. چشم، بیا بار دیگه هم سعی میکنم حل بکنم، یادم بنداز 7-8 دقیقه آخر بچه ها 168 هم یه بار دیگه حل میکنم. چشم، اینجا رو ببینیم، اوکی شدی مریم؟ اینجا رو
بریم سراغ سوال 169. میگه دمای یک قرص فلزی رو 100 درجه افزایش میدیم. آقا افزایش میدیم 100 درجه یعنی دلتا تی، دلتا تی و دلتا تتا نداره، عین هم دیگه جفتشون میشن 100. میگه اگر شعاع اولیه 10 سانتی متر و ضخامت آن، ببین وقتی داریم راجع به یک قرص صحبت میکنیم، راجع به یک قرص داریم صحبت میکنیم، قرص یعنی یک چنین چیزی، یعنی داریم راجع به یک حجم صحبت میکنیم. ببین به عنوان مثال مثلا این دارم، خب قرص فلزی دارم، مساحت ضخامت حکم ارتفاع رو داره. فهمیدی چی شد؟ ضخامت حکم چی رو داره؟ حکم ارتفاع رو داره. حالا اگر من بخوام مسئله فصلمو حل بکنم چی میشه؟ ببین منو اینجا داریم مساحت، اینجا بگو داریم ضخامت، یعنی راجع به حجم داره صحبت میکنه، تغییر حجم. حالا به من گفته چند سانتی متر مکعبه، پس من همه رو سعی میکنم بر اساس سانتی متر بذارم، یعنی من به جای 4 میلی متر میذارم 0.4 سانتی متر، به جای 4 میلی متر میذارم 0.4 سانتی متر. تغییر حجم رو میخواد. تغییر حجم چی میشه آقا یا خانوم؟ تغییر حجم میشه دلتا وی، میشه وی یک سه آلفا دلتای تی یا دلتای تتا، میشه وی یک سه آلفا دلتای تی یا دلتای تتا. حالا من میام چی میگم؟ من میام میگم اگر بخوام وی یک رو حساب بکنم، وی یک من میشه پی آر دو هاش، مساحت قاعده ضرب در ارتفاع، که چون سانتی متر مکعب میخوام نیازی به تبدیل واحد نیست، چون سانتی متر مکعب میخوام نیازی به تبدیل واحد نیست. من میام اینجا میگم وی من مساوی میشه با پی آر دو آر دو ضرب در هاش یعنی 14 که از اینجا مساوی میشه با 120 سانتی متر مکعب. اوکی تا اینجا اوکی؟ بابا دمت گرم. اینجا رو حالا ما میایم میگیم اینجا چی؟ ما میایم میگیم اینجا دلتا وی مساوی میشه با وی یک سه آلفا، سه آلفا یعنی 15 ضرب در 10 به توان منفی 5 ضرب در دلتا تتا، که دلتا تتامون هم چند باشه؟ 100 باشه. خب 12 ضرب در 15 میشه 180، 180 ضرب در 10 به توان 1 2 3 ضرب در 10 به توان منفی 5 که میشه منفی 2، دو تا ممیزش میاد عقب میشه 1.8، 1.8، 1.8 یعنی گزینه 4. حله؟ حله؟ بابا دمتون گرم، مرسی، خیلی به عالیت. گوش بدید، بریم بعدیش. من این نکته میخوام بگم قبل از اینکه بریم بعدیش، من این نکته میخوام بهتون بگم، نکته باحال. گوش بدید، دوست دارم الان براتون راجبه نمودارهای انبساط صحبت کنم، یا نمودار انبساط دیگه، حالا من یکیشو میگم بقیهش هم همون شکلیه. نمودارهای انبساط داستانشون اینه که اینجا طول رو، حالا یا حجم رو، یا حالا مثلا مساحت رو بر اساس دما آورده. پس چی شد؟ طول، حجم، مساحت. چی شد؟ طول، حجم، مساحت بر اساس دما آورده شده.
خب حالا اگر من بخوام اینجا برای شما طول رو بر اساس دلتا تتا یا تغییرات دما بکشم، یه همچین شرایطی به وجود میاد. گوش بدید، طول میشد طول اولیه ضرب در یک به علاوه آلفا دلتا تتا. بچه ها یادتونه این فرمولی که من جلسه قبل گفتم دیگه؟ من این فرمولی بود که جلسه قبل بهتون گفتم، گفتم طول ثانویه میشه L1 یک به علاوه آلفا دلتای تتا. درست شد؟ حالا اینجا رو نگاه کن، من میام میگم L مساوی میشه با L1 به علاوه L1 آلفا دلتا تتا. L1 به علاوه L1 آلفا دلتا تتا. تا اینجا رو همه فهمیدن؟ بچه ها تا اینجا رو همه فهمیدن؟ نکته خفنی دارم بهتون میگم، گوش بدید. در ریاضیات محور عمودی رو شما با ایگرگ نشون میدید و محور افقی رو شما با ایکس نشون میدید. پس محور عمودی رو با چی نشون میدی؟ ایگرگ. محور افقی رو با چی نشون میدی؟ ایکس. محور عمودی رو با ایگرگ، محور افقی رو با ایکس. محور عمودی کیه؟ ال. محور افقی کیه؟ دلتا تتا. پس ما میگیم چی میگیم؟ میگیم منو ایگرگ مساویه با ال یک به علاوه ال یک آلفا در ایکس. ایگرگ مساویه با فلان ایکس. تو رو یاد چی میندازه؟ تو رو یاد معادله خط میندازه که میگفتی ایگرگ مساوی با آ ایکس به علاوه بی. یعنی حتما معادله شما یک خطیه با عرض از مبدأ مشخص. حتما معادله شما یک خطیه با عرض از مبدأ مشخص که عرض از مبدأ ما، عرض از مبدأ آ الیه که عرض از مبدأش الیه که و شیب نمودارتون بیانگر ال یک آلفا. شیب نمودارمون بیانگر ال یک آلفا. بچه‌ها تا اینجا تحلیلی که کردم و فهمیدید، یه بار دیگه بگم محاسب ارزگری اینجا رو. من گفتم این معادله طول عزیز دلم، ایگرگ مساوی با ال مساوی با ال یک رو ضرب کردم، ال یک رو ضرب کردم. حالا گفتم اگر بخوام ببینم شکل معادلم چجوری میشه، محور عمودی میگم ایگرگه، محور عمودی میگم ایگرگه، محور افقی میگم ایکسه. تو رو یاد چی انداخت؟ ایگرگ مساوی با آ ایکس به علاوه به ایگرگ، آ ایکس به علاوه به آ شیب به علاوه بی به علاوه بی به علاوه عرض از مبدأ. اوکی شدی مهسا؟ آره؟ تو رو خدا زود جواب بدید. مهسا ورزگری، یوهو بابا دمت گرم. اینجا رو آره، یه مثال بگم اگر اینجا نمودار ال بر حسب دلتا تتا باشه، بگو. خب من دو تا مثال میخوام براتون بزنم، بعد میرم سراغ مثال جزئی. خب تو رو خدا وایسی، من میگم اینجا اگر برابر باشه با آ، بذار قرمز آبی اینا بدم که بتونید رنگی بهم بگید. اینجا رو اینجا آه، نمودار قرمز رنگ نمودار بیه، میگه آبی با هم موازیه،
میگه آ و بی با هم دیگه موازی هن. میگه آلفای آ و آلفای بی رو با هم مقایسه کن. بدو سری باش بدو عزیزم. ببین بگی برابرن یعنی مغزتو میسوزونم. لهی اگه بگی برابرن، کسی که لهه میگه برابرن، له برابرن، له برابرن. توی تسته گفتم مهسا، توی تسته گفتم، واسه همین اینو دوباره میگم چون ممکنه این سه از بچه ها تو تسته نباشن. مهسا سفری اینو بهتون میگم چون اینو تو کلاس تسته گفتم، چون بعضی از بچه ها ممکنه سر کلاس تسته نباشن، مجبورم اینو اینجا یه بار دیگه توضیح بدم. گرفتی چی شد؟ گرفتی مهسا جان؟ خب به ای شیما له، شیما له شی، اینجا رو ببین، شیما له شی، نگاه کن. تو اینجوری فکر کردی، گفتی چون با هم موازیان پس شیبشون با هم برابره، چون شیبشون با هم برابره یعنی آلفاشون برابره. خیر خیر، نگاه کن، ما میگیم وقتی با هم موازیان شیب آ و شیب بی با هم برابرن. شیب چی میشد؟ شیب میشد ال یک ضرب در آلفا. یعنی من میام میگم چی؟ یعنی من میام میگم ال یک ضرب در آلفا برای آ مساوی میشه با ال یک ضرب در آلفا برای بی. موازیان، شیباشون برابرن، شیباشون برابرن. خب حالا ما میایم چی میگیم؟ خوب گوش بدید. فهمیدی چی شد شیما؟ شیما جان فهمیدی چی شد؟ آره عزیزم. استاد من قصد گفتم بچه ها یاد بگیرم. بابا دمت گرم که از قصد گفتی به فکر بچه های. اینجا رو نگاه کن، اینجا رو نگاه کن. ما میایم اینجا چی میگیم؟ ما میایم میگیم عرض از مبدأ آ از عرض از مبدأ بی بیشتره، عرض از مبدأ آ از عرض از مبدأ بی بیشتره. پس من میتونم بگم ال یک آ بزرگتر از ال یک بیه، ال یک آ بزرگتر از ال یک بیه. خب تساوی برقراره، توی تساوی نمیتونه دوتا بزرگیه بر باشه، دوتا کوچیکیه بر. پس وقتی که من میام میگم دارم مسئله رو حل میکنم، میگم خب اینجا یه بزرگ دارم پس تو کوچولویی، اینجا یه کوچیک دارم خب پس تو بزرگی، که یه بزرگ یه کوچیک، یه بزرگ یه کوچیک. وقتی دوتا بزرگیه بر باشه دوتا کوچیکیه بر، قطعا تساوی برقرار نیست. یه بزرگ یه کوچیک، یه کوچیک یه بزرگ، یه بزرگ یه کوچیک، یه کوچیک یه بزرگ، که اینجا آلفای بی بزرگتره، آلفای بی بزرگتره. خب حالا سوال جزوه رو بریم، سوال جزوه رو بریم، سوال 170 یالا، سوال 170 یالا، فکر کنید بجنبید. بدو 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 بابا دمت گرم باری کلا، مرسی ایول. ببین باری کلا، یه سویتون دانش آموز من نیستید، یعنی طبق اسمایی که دارم میبینم، مثلا من فکر کنم این پسره کیه؟ احمد، امیر احمد. این امیر احمد مثلا دانش آموز من نیست، ولی ببین چرا خوب عمل میکنه. دمت گرم امیر احمد. بابا باری کلا تو خیلی باحالی، گوش بده، چون تو دانش آموز من نیستی و خوبم داری حل میکنی. درسته دیگه، تو دانش آموز من نیستی امیر احمد. خب گوش بده لطفا، بریم سراغ حل سوالمون، بریم سراغ حل سوالمون.
لطفا دقت کنید. دمت گرم که حل میکنی. باریکلا. اینجا رو میگیم آ و بی با همدیگه موازی هن. آ و بی با همدیگه موازی هن. پس شیبشون با هم برابره. من گفتم شیب میشه الیک ضرب در آلفا. شیب، شیب آ، شیب آ چهار یعنی الیکش ضرب در آلفای آ. شیب بی، شیب بی میشه هشت ضرب در آلفای بی، الیک در آلفا، الیک در آلفا. حالا ما میگیم اینجا آلفای آ مساوی میشه با دو تا آلفای بی. آلفای آ مساوی میشه با دو تا آلفای بی. یعنی میشه گزینه چند؟ یعنی میشه گزینه دو. دم همه تون گر. دم همه تون گر. بریم بعدی. ببینید بهتون بگم جالب. گوش بدید. حالا قبل چون من تو کلاس قبلی گفتم. برید شوک کنید پروردگار رو. واقعا دارم اینو بهتون میگم. من جدی دارم اینو بهتون میگم. که همچین امکاناتی براتون فراهم کردن. چون من مثلا حالا کسایی که چیزا میدونن بهترین شرایط این ادوب کانکت شما تازه دارید میبینید تو آپارات، دارید میبینید تو اینستاگرام. بهترین شرایط ممکنه دارید. دیگه از این واقعا بهتر امکان نداره وجود داشته باشه. 100% بهترین حالت ممکنه دارید استفاده میکنید. لطفاً گوش بدن همه. لطفاً گوش بدن همه. ما بریم سراغ ادامه کار. چی؟ ذهنی هم میشه رفت. آره دیگه اگر بری که خیلی دمت گرم ملیکا. اگر ذهنی بری که خیلی دمت گرم. اینجا رو آقا سوال قبلی رو حل نکردی ها، چون فارنهایت حذفه. فارنهایتشون حذف شده، اینو حل نکردم. 171 اینو بدونی. سوال 172 رو بریم. سوال 172 تبدیلش هست، دلتا تتاش حذف بدی. گوش بدی. میگه 172 میگه به 1 کیلوگرم آب در دمای 20 درجه سلسیوس و فشار 1 اتمسفر اینقدر گرما میدیم. یعنی کیومون شده 84000 ژول. 84000 ژول. حجم آن چند سی سی تغییر میکند؟ دلتا وی رو از ما میخواد. حجم آن چقدر تغییر میکند؟ دلتا وی رو از ما میخواد. خب حالا اینجا رو گوش بده، اینجا رو گوش بده. هر یک کیلو آب، هر یک کیلو آب 1000 cc. هر یک کیلو آب 1 لیتر یا 1000 cc. میتونید از چگالیش هم بریدا، ولی یادتون باشه هر یک کیلو آب در شرایط عادی 1000 cc یا 1 لیتره. یعنی اگر میگو 5 لیتر آب دارم، انگار میگو 5 کیلو آب دارم. یخ نه، آب. اگر میگو 6 لیتر آب دارم، انگار 6 کیلو آب دارم. لیتر. 1000 cc آب بازم یعنی 1 کیلو. 2000 cc آب یعنی 2 کیلو. 500 cc آب یعنی نیم کیلو. آقا یا آبه، یعنی وقتی من میرم یه آب معدنی میخرم روش نوشته 300 cc، یعنی 300 گرمه. دمت گرم، تو چقدر باشعوری. اگر من رفتم مثلا یه دونه بطری آب خانواده خریدم، گفته 1.5 لیتر، یعنی 1.5 کیلو دقیقا. بازو رو ترازو. حالا ممکنه ظرفش هم یه ذره جرم داشته باشه، ولی آبی که توشه 1.5 کیلوه. حالا اینجا رو توجه کن. میگه حجم آن چقدر تغییر میکنند. خوب گوش بدی. وقتی میگه تغییر حجم، جون مادرت این سوال گوش بده، چون واقعا سوال خوشگلیه. وقتی به من میگه تغییر حجم، من باید از رابطه دلتا وی برم. دلتا وی میشه وی یک سه آلفا یا بتا یا همون ضریب انبساط حجمی ضرب در دلتای تتا. ببین اگر من بخوام دلتا وی رو به دست بیارم، وی یک رو که دارم، وی یک هزاره. اگر من بخوام بتا رو بذارم، ببین بتا رو یه جا خوشگل داده، بتا رو یه جا خوشگل داده، داده 3 ضرب در 10 به توان منفی 3. وی یک آلفا 3 ضرب در 10 به توان منفی 3.
من لنگ کیم؟ من لنگ دلتا تتا هم. آقای عابد، دلتا تتا رو چجوری به دست بیارم؟ کیو مساویه با ام سی دلتا تتا. پس اولش میام میگم آقا کیو رو مینویسم ام سی دلتا تتا. کیو یعنی 84000 مساوی میشه با ام ضرب در سی ضرب در دلتا تتا. دو تا صفر رو با دو تا صفر میزنم، 42 رو با 84 میزنم، از اینجا دلتا تتامون میشه 20. کیو یعنی 84000، 84000 مساوی میشه با ام سی دلتا تتا، ام سی دلتا تتا، دلتا تتامون هم شده 20. الان تو میخندی تو به من، به ریشت، به ریش من یعنی تو دلت، که میگه آقا دلتا تتا رو داده بود، نه هیچ فرق نمیسه، ربطی به اون نداره بچه ها. این دلتا تتا هیچ ربطی به این 20 نداره ها، دلتا تتا هیچ ربطی به این 20 نداره ها. شانسی اینا با هم یکی شدن ها، نیای فکر کنی خود مسئله داده ها. فهمیدی چی شد؟ ممکن بود اینو بده سی این باشه 40، اصلا اینجا شانسی یکی شده. به هر روی از اینجا ده به توان منفی 3 با اینا ساده میشه 3 20 60 تا. گزینه چند؟ گزینه 1. اینجوری بریم سراغ چگالی. توضیح بدم راجع به چگالی، توضیح بدم راجع به چگالی. آقا من این سوال میپرسم استاد قبل به تا مگه نباید 3 رو بذاریم؟ نه خیر، نه خیر. اگر ملیکا گوش بده، گوش بده، گوش بده، شیما گوش بده، ملیکا گوش بده، همه گوش بدن، همه گوش بدن. من نمیفهمم چرا دلتا تتا یکی نیست، توضیح میدم، توضیح میدم، اینو توضیح میدم، قبل به تا توضیح میدم. استاد فشار برای چیه؟ علکیه، فرقی نمیکنه. خب گوش بدید. متعره تو هم سری سوالتو بنویس، بدو بدو تا من جواب همه رو بدم. یه بذار جواب همه رو بدم بعد جواب تو رو میدم. اینجا ناکن فشاره بهش دردی نمیخوره. این اول. دوم، اینجا میگه الان دما 20 درجه است. الان دما 20 درجه است. ولی من اینجا نباید دمای الان رو بذارم که. من اینجا باید دلتا تتا رو بذارم. باید تغییرات دما رو بذارم. که تغییرات دما رو اینجا اومدم به دست آوردم. حالا شانس ما تغییرات دمامون با دمای اولیه‌مون برابر شده. ممکنه دمای اولیه‌مون باشه 20 ولی تغییرات دمامون باشه 80. اگر من اینجا کیومو زیادتر میکردم که این دلتا تتای 20 میشد. اگر من اینجا کیومو بیشتر میکردم که دیگه دلتا تتا 20 میشد. مهسا سفری فهمید جواب سوالو؟ خب این از مهسا سفری. حالا بریم سراغ سوال ملیکا، شیما، آنیتا. ملیکا، شیما، آنیتا نگاه کن، میگه چرا 3 رو توش ضرب نکردی؟ من گفتم 3 آلفا، آلفا ضریب انبساط طولیه، آلفا ضریب انبساط طولیه. اینجا به من بتا رو داده، بتا یعنی ضریب انبساط حجمی، ضریب انبساط حجمی. یعنی سه آلفا رو قلمبه به تو داده، یعنی سه آلفا رو قلمبه به تو داده، واسه همین دیگه ضرب در سهش نکردم. جوابو فهمیدید؟ پس بتا یعنی ضریب انبساط حجمی، هر موقع داده بشه یا خواسته بشه، یعنی سه آلفا رو قلمبه داده یا سه آلفا رو قلمبه میخواد. فهمیدی چی شد؟ ملیکا شیما آنیتا، ملیکا شیما آنیتا، ضریب انبساط سطحی با چیه؟ ضریب انبساط سطحی با چیزی نشون نمیدن، همون دو آلفا. ضریب انبساط سطحی با چیزی نشون نمیدن، بعضی موقعا با بی نشون میدن، نه با بتا، با بی. خواهش میکنم بریم بعدی. بخوام چگالی توضیح بدم، میخوام چگالی براتون توضیح بدم، گوش بدید. میخوام داستان چگالی رو بهتون بگم. و انبساط، داستان چگالی و انبساط، گوش بدید. نمیدونم درستا، به خدا نمیدونم. اینجا رو نها کنیم، باید حلش کنم. آقا من یه سوال ازتون بپرسم. بچه های عزیز، زمانی که من میام دما رو میبرم بالا،
زمانی که من میام دما رو میبرم بالا، خب چه چیز جسم فرقی نمیکنه؟ زمانی که من دارم دما رو میبرم بالا چه چیز جسم فرق درود. چقدر ما دانش آموزای با شعوری داریم؟ ببین چه دانش آموزایی ما داریم بابا، دمت گرم. اینجا رو حالا من چی میگم؟ من میام میگم آقا رو یعنی چگالی مساوی میشه با ام به روی وی. آقا ام ثابته، ام بساط پیدا کنه، ام هم تغییر نمیکنه. پس میتونم بگم چگالی با حجم رابطه عکس داره، یعنی رو دو به رو یک میشه وی یک به وی دو. تا اینجا رو همه فهمیدن؟ آقا تا اینجا رو همه فهمیدن؟ چون جرمه ثابته دیگه. بابا شما خیلی باحالی، دل گوش بدید اینجا رو. آقا مگه نگفتی که وی دو مساوی میشه با وی یک، یک به علاوه سه آلفا دلتای تتا؟ تازه گفتی میتونی به جای سه آلفا الان گفتی میتونی بتا هم بذاری. آره راست میگی، راست میگی. خب به جای سه آلفا گفتم بتا میتونم بذارم. حالا اگر بخوام این فرمولو چگالیشو بذارم، میتونم به جای وی یک رو دو بذارم، به جای وی دو رو یک بذارم. پس میتونم به جای رو دو، یه بار دیگه، پس میتونم به جای رو دو وی یک بذارم، میتونم به جای وی دو رو یک بذارم. یعنی نگاه کن، به جای وی دو رو یک گذاشتم، به جای وی یک رو دو گذاشتم، یک به علاوه یه سه آلفا که آلفا همون بتاه، زب در دلتا تتا. آه خوشگل برا تلش کردم. گرفتید؟ حال کردید؟ آره؟ حالا اینجا پس ببین این همون حجمه، فقط جایی یک و دوش برعکسه. خب یه اسکرین بگیر چون میخوام رو بعدی تو فکر کنی. حالا میشه ازت خواهش کنم رو سوال 173 یکی دو دقیقه فکر کنید، رو سوال 173 یکی دو دقیقه فکر کنید سریع. یا دو یا چهار یا نه بابا یعنی دارم والا تو تو گزینه بگه خیلی چود عدش و سهب نیست. گوش بدید، بریم آقا، بریم آقا، بریم خانم، بریم عزیزم، بریم. میگه وقتی دمای قرص فلزی رو به اندازه دلتا تتا زیاد میکنم، سطحش 20% افزایش پیدا میکنه. خب من تا اینجای مسئله رو چی میفهمم؟ خوب گوش بدید. اولا راجع به مساحت صحبت کرده، خب راجع به مساحت صحبت کرده، بعد راجع به درصد صحبت کرده، راجع به درصد و مساحت. آها آفر، این مساحت باری کلا چه خوشگل گفته. ببین آفر، من تازه فهمیدم تو چه چیز خوشگلی گفتی. باری کلا ببین، میگه چون دما رو زیاد میکنیم چگالی کم میشه، یا میشه دو یا میشه چهار. باری کلا دمت گرم، خیلی خوش آمد اتفاقا از این مدل گفتنه. باری کلا ببین چگالی باید کم بشه، پس باید کسرتون کمتر از یک بشه. دمت گرم محسا، باری کلا. حالا ما چی میگیم؟ ما میایم میگیم، خوب گوش بدیم،
ما میایم میگیم دلتا وی یا دلتا آ، چون فعلا راجع به مساحت داریم مینویسیم، دلتا آ مساوی میشه با آ یک دو آلفا دلتای تتا. دلتا آ میشه آ یک دو آلفا دلتای تتا. حالا من چی میگم؟ من میام میگم گفته سطح اون 20% 20% افزایش پیدا میکنه. وقتی قراره 20% افزایش پیدا بکنه، یعنی من به جای مقدار اولیش میذارم 100، به جای مقدار ثانویش میذارم 20. 20% این ضرب داره 2 آلفا دلتای تی یا دلتای تتا، که جواب میشه 20 به روی 200 میشه 1/10. 20 به روی 200، از اینجا آلفا دلتا تتا، آلفا دلتا تتا یا آلفا دلتا تی میشه 1/10. حالا اگر بخواد بگه چگالی چند برابر میشه، اومده راجب چگالی صحبت کرده، گفتم در چگالی من میتونم چیکار کنم؟ در چگالی من میتونم بنویسم رو یک میشه رو دو یک به علاوه 3 آلفا دلتا تی یا دلتا تتا. جای یک و دوش برعکسه، گفتم این حجمه، این حجمه، جای یک و دوش برعکسه. تو حجم گفتی وی دو وی یک که به علاوه 3 تا دلتا تتا، آلفا دلتا تتا. حالا توی چگالی برعکس میگی، نمیگی وی دو میگی رو یک، نمیگی وی یک میگی رو دو، طبق چیزی که بهتون گفتم. حالا برای اینکه من میخوام ببینم چگالی چند برابر شده، یعنی رو دو به رو یک رو میخواد، یعنی اینو میندازم زیر این، اینم میارم این ور، یعنی چی میشه؟ یعنی این میشه، من اینو ببرم بالا، یعنی من میتونم بگم چی؟ من میتونم بگم رو دو به رو یک میشه یک به روی یک به علاوه 3 آلفا دلتا تی یا دلتا تتا. رو دو به رو یک میشه یک به علاوه فلان 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 فلان. حالا اگر بخوام جایگذاری بکنم، به جای آلفا دلتا تتاش میذارم 1/10، به جای آلفا دلتا تتاش میذارم 1/10. از اینجا رو دو به رو یک مساوی میشه با، یا علی، رو دو به رو یک مساوی میشه با 1 به روی 10/10 به علاوه 3/10. منو 1/10 به علاوه 3/10، 1 به علاوه ببخشید 3/10، 10/10 به علاوه 3/10، یعنی میشه 13/10. 10/10 با 3/10، که این 13/10 میاد بالا میشه 10/13، که این میاد بالا میشه 10/13. یعنی گزینه چند؟ گزینه دو. همه فهمیدن؟ بابا دم همتون گرم، خیلی شما باحالید. گوش بدید، یه اسکرین بگیرید میخوام چطور برگردونم سر جاش، یه اسکرین بگید میخوام چطور دوباره بذارم پایین. دست من که فرق دیگه نمی کنه. اینجا رو بریم ادامهش. آقا سوال 174 از اول میگید بچه را گذاشتیم 20، اگر 20% زیاد نشده چی مریم یه بار دیگه از اول میگی نمیفهمم، یه بار دیگه میشه تایپ کنی؟ باشه از اول میگم، بذار اول این سوال رو از اول بگم دوباره، چه کاری خب کر میداریم، بذار از اول بگم دیگه بچه بفهمه چی میگم. اینجا رو ناکن، اینجا رو ناکن، ببین دخترم، ببین مریم جان، من میام اینجا چی میگم، یه بار دیگه من توضیح بدم، من میام اینجا چی میگم، من میام میگم آقا اینجا اولش چون گفته 20% زیاد میشه، اینجا رو میذارم 20%. وقتی میگه درصد، یعنی به جای اولیش باید بذاریم 100. پس من به جای آ1 میذارم 100. پس دلتا آ من میشه 20%، به جای آ1مون هم گذاشتیم 100. حالا این میشه 2 آلفا چون سطحه، چون انبساط سطحیه. آلفا دلتا تتا، از اینجا آلفا دلتا تتا میشه 20
دیویستوم، بیست دیویستوم یا یک دهم. پس آلفا دلتا تتا رو به دست آوردم یک دهم. حالا اینجا چه فرقی میکنه؟ چه اتفاقی میفته؟ من گفتم چون راجع به چگالی صحبت کرده، گفتم چگالی عین حجمه، فقط جای یک و دوش برعکسه. یعنی به جای وی دو مینویسم رو یک، به جای وی یک مینویسم رو دو. حالا من میام جای اینا رو برعکس میکنم، یعنی رو یک رو میارم زیر این که بشه رو دو به رو یک، پرانتز رو میبرم اون وقت میره تو مخرج، یعنی میره زیر یک، یک به روی فلان، یک به روی فلان. که از اینجا مریم جان آلفا دلتا تتا رو دارم یک دهم، آلفا دلتا تتا رو دارم یک دهم، میشه یک به علاوه سه دهم، یعنی یک و سه دهم یا سیزده دهم. سیزده دهم اومده بالا شده ده سیزده هم. مریم اوکی شدی؟ میشه دلتا آره در... آره چرا که نه؟ آره آره اونم درست فاطمه بختیاری، اونم درسته دخترم، اونم درسته. 174 174 بچه ها 175 5 دقیقه فکر کنید بجنبید، بجنب سریع، بعد برگردم بقیه انبساطا رو کامل کنم. امروز نمیدونم به خدای ده، باید با عملش کنیم. 2 دقیقه دیگه بجنب. بودو بودو. یه دقیقه دیگه. یک دقیقه دیگه. بریم. ببینیم چی گفته. میگه مکعبی به ضریب انبساط طولی انقدر. یعنی آلفا رو داده ها، یعنی آلفا رو داده ها، میگه دلتا تتا یا تغییرات دمای من مساوی شده با 100 درجه. دلتا تتا یا تغییرات دمای من مساوی شده با 100 درجه. میگه حجمش هم درصد زیاد میشه. خب ببین عزیزم، من میام مینویسم دلتا وی، چون گفته افزایش، از فرمولی رفتم که توش دلتا داره، دلتا وی مساویه با وی یک سه آلفا دلتای تتا. من چی میگم؟ من میگم دلتا وی رو میخواد، چون گفته چند درصد، چون گفته چند درصد، پس کافیه من به جای میزان اولیش بذارم 100 ضرب در سه آلفا، یعنی 36 ضرب در 10 به توان منفی 6 ضرب در دلتا تتایی که 100، دلتا تتایی که 100، جواب میشه 36 صدم دم همه اونایی که رسیدن. خیلی گرم. سوال بعدش هم حل بکنیم بعد برگردیم. یکی دو تا سوالی که البته چگالیا رو فکر کنم بچه همه شال کردم، یه دونه دو تا سوالش مونده تش، درست میگم بچه ها؟ یه دونه فکر میکنم یا دو تا سوالش مونده. چرا نشد سه آلفا دواز؟ چرا نشد سه آلفا؟ شد سه آلفا قربونت دارم. شیما جان میگه استاد چرا سه آلفای اون دوازده؟ چون حجمه، حجمه ضریب انبساط طولی رو داده، یعنی آلفا رو داده. تو فرمول حجم سه آلفاست شیما جان، یعنی سه تا دوازده در ده به توان منفی 6. اوکیه شیما؟ شیما اوکیه؟ بابا دمت گرم، برو بعدی. سی ثانیه دیگه حلش میکنم، سی ثانیه دیگه حلش میکنم. بهنیا سه، نه بهنیا غلطه، سه غلطه، بهنیا سه غلطه.
خب گوش بدین. میگه دمای یک میله فلزی رو به اندازه 100 درجه افزایش میدهیم و طول آن 0.17% افزایش می‌یابد. اگر دمای ورقه مسی رو به اندازه 100 درجه افزایش بدیم، میگه مساحت آن چند برابر می‌شود؟ میگه مساحت آن چند برابر می‌شود؟ نگاه کن. ببین من چی میگم. من میام اینجا چی میگم؟ من میام میگم در اینجا اولش میگه طول آن. پس من میام چی مینویسم؟ من میام میگم دلتا وی، دلتا ال عذر میخوام، میشه ال یک آلفا دلتای تتا. دلتا وی میشه ال یک آلفا دلتای تتا. حالا به من گفته دلتا وی چیه؟ به من گفته دلتا وی 0.17%. لعنتی نیای اینو بذاری 0.17. فکر نکنی 0.17%، 0.17%. مثلا میمونه مثلا من بگم 1% با 0.01%، اینا با هم فرق میکنه دیگه طبیعتا. نگفته 0.17%، گفته 0.17%. جون مادر حواست به ایناش باشه ها. حالا ما میایم میگیم این میشه 0.17، چون گفته درصد اینم میذارم 100. اینجا میشه آلفا دلتا تتا. از اینجا آلفا دلتا تتای من مساوی میشه با 17 ضرب 10 به توان منفی 4. خب تا اینجا اوکیه. حالا هر زمانی که به شما بگی فلان چیز چند برابر، برابر یعنی دومی به اولی. وقتی که بخوای دومی به اولی رو حساب بکنی، باید از فرمولی بری که توش دومی رو داره. چون گفته مساحت چند برابر میشه، یعنی ما باید آ رو در نظر بگیریم. یعنی باید بگیم آ دو مساوی میشه با آ یک به علاوه دو آلفا دلتای تتا. یعنی من چی میگم؟ میگم آ دو مساوی میشه با آ یک، آره چار بود درسته، یک به علاوه دو آلفا دلتا تتا. وقتی میگه مساحت چند برابر میشه، کافیه اینو ببرم زیر این. چی بگم؟ یعنی بگم آ دو به آ یک میشه یک به علاوه دو آلفا دلتا تتا، دو آلفا دلتا تتا، دو تا از اینا، دو تا از اینا. میگیری چی میگم؟ یعنی میشه 34 ضرب در 10 به توان منفی 4، یعنی میشه 1.34. 4 تا ممیز از این داستانم. حله؟ ببین من هر محله رو دارم برای دیگه رنگ می‌نویسم ها، که تو بفهمی، وگرنه خودم که میفهمم، بلدم اینا رو طبیعتا. آقا حله؟ آقا حله؟ خانوم حله؟ عالی که خودتون عالی. شما عالیت که حال میکنید، دادم حال میکنه. گوش بدید اینجا رو نگاه کنید. ببین من کلا یه چیزی یادتون باشه، این که ما داریم گفت نه آخرش، یه بار دیگه میگم. ببینید یه چیزی رو بهتون بگم، این که ما انرژی به هم دیگه میدیم در سر کلاس، این بهترین شرایط ممکنه. یه چیزی رو یادتون باشه بچه ها، من اینو تو گروه قبلی هم گفتم، واقعا شرایط مناسبی براتون برقرار شده. یعنی خدا شاهده خودتون میدونید هیچ آموزشگاهی نیست که تمام کلاساشو بتونه اینجوری آنلاین برگزار بکنه. حالا مدرسه داستانش فرق میکنه، ولی خب چون آموزشگاه تعداد زیادی داره خیلی فرق میکنه. بعد من دیدم مثلا نصف شما تو واتساپ و تلگرام و کیفیتش قابل مقایسه نیست طبیعتا. ببینید ولی راهی نداریم، یعنی من واقعیتشو دارم بهتون میگم، راه دیگه هیچ موقع وجود نداره. ولی الان خدا رو شکر آنلاین هم من میفهمم داره جا میفته. حتی من توصیه هم اینه که مثلا سال دیگه هم کلاس آنلاین داریم، هم کلاس حضوری داریم. خیلی منطقی و خوبه به نظر بنده. دم شما هدف کرد، واقعا دم ما هدف، دم من که دارم وظیفه رو انجام میدم. ولی واقعا این که هدف تونسته توی این مدت زمان کوتاه چنین شرایطی رو برای ما ایجاد بکنه، حالا یه استدیو خیلی خفنی دارم میزنم واسه کلاس‌های